با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم و امروز هم 23 ماه مارس 2016 است. روزای چهارشنبه این ساعت آقای محسن بهزاد کریمی یه برنامه دارن در مورد دموکراسی و قانون اساسی. به اون مناسبت پیش آمدی که کرده در بلژیک در بروکسل و ایشون چون مقیم اونجا هستن، ازشون خواهش کردیم که امروز مهمان نداشته باشن و خودشون به شکل مهمان در برنامه شرکت بکنن. ایشون هم لطف کردند و پذیرفتن و از مهمانشون هم عذرخواهی کردن. به هر حال من فکر میکنم که این موضوع مهمیه، چون میدونم که آقای بهزاد کریمی تو این زمینه کار کرده. مسئله این بنیادگرای اسلامی در اروپا و موضوع درس و دانشگاهش اصلا در همین زمینه است. بنابراین ازش ممنونم که این فرجه رو داد و پذیرفت که امروز به صورت مهمان در برنامه شرکت بکنه. و ازش میخوام که اول یه مقداری خبر اطلاع بده که واقعا چه گذشت و الان بروکسل در چه حال و هوایی. آقای گرمی، من شما ممنونم، سپاسگزار میشم و ازت بازم تشکر میکنم که به حال در برنامه یه مقدار اختلال شد، ولی خوشحالم که پذیرفتی و توضیح بدین که الان حال و هوا در اون شهر چگونه است. بفهمید خواهش میکنم. سپاسگزارم. من درود میفرستم به بینندگان و شنوندگان این برنامه. حال و هوا اونجوری که انتظار میرفت خب بسیار امنیتی است و دچار یک شوک شده واقعا، نه تنها بروکسل بلکه اینجا پایتخت خب اتحادیه اروپا است، هم کمیسیون اروپا هم پارلمان اروپا، هم بسیار دوائر مختلفی در مرکز این شهر در جایی که انفجار در واقع دوم رخ داده در اون مترو مالبک و چند بلاک اطرافش تمام دفاتر اتحادیه اروپا هستن، حالا چه دفاتر و سفارتخانه های کشورهای اروپایی. فضا در شهر امروز بسیار متشنج بود. من از صبح برای تهیه گزارش خب به بروکسل رفته بودم. دوستان و بینندگان کوابی شاید بدونم که من برای کیهان لندن هم به عنوان خبرنگار پارلمان اروپا، خبرنگار پارلمانی در بروکسل فعالیت میکنم. برای تهیه گزارش خب امروز در بروکسل بودم و اصلا رفت و آمد در این شهر به یک نوعی مختل شده بود. آقای بهبانی، پیش از اینکه این اتفاق بیفته بارها همین مسئله امنیت ورود به اماکن علل خصوص فرودگاه یا ترمینال های قطار مطرح شده بود. این امکان وجود نداره مثل اتفاقی که امروز افتاد که بخوان تمام ورودی ایستگاه های قطار رو همه افراد تک به تک چک کنن. من ساعت 5 که میخواستم برگردم یک مسیر نیم ساعته رو حدودا یک ساعت و نیم طول کشید و بیش از 45 دقیقه توی یک صفی که به جرئت میتونم بگم بالای 500 تا 600 متر بود، چند هزار نفر در چند شاخه منتظر وایساده بودن و نیروهای ارتش، 20-30 نفر ارتشی، نیروهای امنیتی و نیروهای شرکت‌های امنیت شخصی خصوصی مثل جی فور اس و دیگه تمام ساک افراد رو، کیفای افراد رو تک به تک داشتن میگشتن. خب این امکان وجود نداره، این امکان اصلا وجودم نمیتونه داشته باشه در یک شهری، در یک پایتخت اروپایی، در این ابعاد، با این تعداد مسافر، توریست و کسایی که برای کارشون به بروکسل میان. بنابراین باید یک فکر دیگری بکنن. حالا اینکه چه فکری باید بکنن و چگونه بهش بپردازن در بخش بعدی من حتما به اون هم خواهم پرداخت، ولی مسئله اینه که مدت ها مشخص بوده این اتفاق میفته، این انتظار میرفت و حمله به بروکسل یک حمله قریب الوقوع نبود. یعنی میزان که آلرتی که بود همیشه، اون برنامه هایی که اجرا میشد و تمهیدات امنیتی مشخص بود که خب نیروهای امنیتی در انتظار یک همچین اتفاقی هستند. ولی که فرودگاه یک کشوری رو اگر خاطرتون باشه در ایران، حالا کسایی که الان هم رو شاید رفت آمد کنن شاید امنیت خیلی بیشتر هم باشه، ولی 15-16 سال پیش که من از ایران خارج شدم توی فرودگاه ها
قبل از اینکه وارد ساختمان و فرودگاه بشی، شما وسایلتو میگردن، چمدونهاتو از زیر دستگاه رد میشه، بازرسی بدنی میشی و این امکان هست و چند ساعت زودتر همه به هر جهت وارد فرودگاه میشن که بتونن این پروسه رو پشت سر بگذارن. ولی خب در بروکسل، در یک جایی که انقدر از لحاظ امنیتی اهمیت داره و حتی از لحاظ هدف بودن هم برای تروریست ها بسیار اهمیت داره، این اتفاق نمیافتاد. شما وارد فرودگاه زاونتام یا فرودگاه دیگر که فرودگاه شارلوا هست، دو تا فرودگاه خیلی بزرگ اینجا داره که روزانه بیش از 500 پرواز داره درون اروپا و بین قاره‌ای، خب شما وارد سالن میشدی، حتی وسایلت رو تحویل میدادی بدون اینکه کسی شما رو کنترل کنه، کسی شما رو بگرده. دقیقا همین اتفاق افتاده. وارد شدن این سه نفر تروریستی که بودن و همون در گیت دپارچر، همون جایی که محل پرواز هست، در طبقه دوم فرودگاه که من خودم حالا اختزای کاریم حداقل ماهی یکی دو بار رو اونجا میرفتم، خب این اتفاق افتاده، این انفجار رخ داده. این قابل پیشگیری بود. ولی اتفاقی که در مترو مالبک افتاده که در 100 متری کمیسیون اروپا هست و در همون زونی هستش که تمام مراکز اتحادیه واقع شده، خب این نمیشه جلوش گرفت. شما نمیتونی کنترل کنی تمام ایستگاه‌های مترو یک شهر به این عظمت رو کنترل کنی که چه کسی داره وارد میشه یا اون چمدان یا اون کیفی که همراهش داره داخل این چمدان چی هست، بمب هست، بمب نیست. بنابراین به نظر من باید این رو از در بلند مدت طوری دیگه درمان کرد و در کوتاه مدت هم حالا یه اینیشیتیوی اگر میخوان داشته باشن ارتقاء سطح امنیتی غیر وزالک برای کوتاه مدت شاید جواب بده، ولی در بلند مدت نه. در خدمت شما هستم. عرضم به حضور شما که وقتی که این واقعی 11 سپتامبر اتفاق افتاد، خب طبیعتاً در آمریکا فوری مداره امنیتی رو بالا بردن. هنوز هم وقتی که به فرودگاه میری، در مدخل فرودگاه کسی با شما کاری نداره و شما میری اونجا چمدونتو تحویل میدی، بوردینگ کارت میگیری، کارت پرواز میگیری و با ساک دستید یا وسایل همراهت وقتی که میخوای وارد بخش دوم بشی، وارد درک سالن ترانزیت بشی، اونجاست که بدن آدمم سکن میکنن، از تو دستگاه رد میکنن. بعضی وقتا وقتی از تو دستگاه رد کردن، باز اون بیرون دو سه نفر وایسادن با یه ابزارهای دستی میگردن و بدن آدم رو بازرسی میکنن. و خب طبیعتاً چمدونا هم از همون پایین که تحویل میدی از همونجا از توی دستگاه عبور میکنه، ولی هیچ وقت تا اون منطقه، تا اونجایی که وارد فرودگاه میشی، کسی با آدم ها کاری نداره، چون واقعاً کار سختیه، نمیشه یه همچی چیز رو کنترل کرد. اگه بنابراین این کار رو بکنی، بنابراین باید ماشینا رو در بیرون تر یه جایی در یک کیلومتری فرودگاه مثلا نگه دارن، تاکسی وسایل همه چی اونجا متوقف بشن، آدما رو با یه وسیله دیگری مثلا اونجا چکشون کنن، بعد اینا رو یکی یکی بیان، که کار بسیار سخت و پیچیده ای خواهد بود. یعنی باید یه ساختمون دیگری رو در بیرون فرودگاه درست کنی و آدما رو از اونجا منتقل کنی و خب باز اونجا ممکنه که همین اتفاق بیفته. یعنی یه چیزیه که خب غیر قابل پیشگیریه. اون چیزی که به باور من مهمه اینه که باید برن و بگردن. ما ساعت پیش با آقای مصداقی صحبت میکردیم و من دیروزم این مطلب رو گفتم، ما به عنوان ایرانی باید واقعا خجالت بکشیم از این شرایط که به وجود آورد. یعنی به باور من وقتی که خمینی بر ایران حاکم شد، وقتی که غربی ها این ابزار رو براش فراهم کردن که اومد بر مملکت ما حاکم شد و بر اساس یه خوف بی خودی، یعنی مقابله با کمونیسم، اومدن اسلامی ها رو تقویت کردن که باز اون ریشه دورتر داره، به سالهای عصر آیزنهاور برمیگرده، به دوران کودتا در ایران مربوط میشه و بالاخره اسلامی ها رو تقویت کردن در مقابل کمونیست ها. و بعد ما شاهد هستیم که مثلا در افغانستان وقتی که روسا وارد افغانستان شدن، دوباره اینا نیروهای اسلامی رو تقویت کردن. عکسایی وجود داره از آقای رامسفلد که اونجا رفته، اون موقع در حقیقت در دوره ریگان هست و
اینا رو تقویت کرد، ولی مهم اینه که به باور من اینا تون اون چیزی رو دارن میدن که خودشون در حقیقت کاشتن. یعنی بادی رو که کاشتن امروز طوفان درو میکنن. وقتی که معامله کردن، من حتی که با ایران فرانسوی ها معامله کردن و قاتلین رو که در اونجا، تروریست هایی که در اونجا بودن، اونا رو با جمهوری اسلامی معامله کردن، آدمی مثل انیس نقاش و غیره رو معامله کردن با ایران، و ایران هم گروگان گرفته بود، دوباره گروگان ها رو با هم دیگه معامله کردن. از اونجا این داستان در حقیقت کج رفته. اما سوال من از شما به عنوان کسی که ساکن بلژیکه این هستش که خب ما تو وقایع پاریس که چندی پیش اتفاق افتاد مرتب راجب اینکه اینا از بلژیک حرکت کردن اومدن، ارتباط مستقیمی با بلژیک دارن. همین پریروز یکی صلاح سالم یکی رو گرفتن که این اصلا سرنخ اصلی بوده، نمیدونم فلان بوده، و دو روز بعد از اون این انفجارا صورت گرفته. بنابراین یه شبکه گسترده اونجا چیه؟ اونو تعریف کنید لطفا برامون. اون شبکه اسلامی ها چیه اونجا؟ چرا اینا اینقدر در اون مملکت قوی هست؟ من یادم میاد که 1976 و 7 اینا همین بروکسل شهر آرامی بود، ساعت 6 بعد از اون واقعا هیچ چی دیگه تو شهر نبود، همه مردم میرفتن تو خونهشون پای تلویزیون میشستن و پرده ها رو میکشیدن، اصلا شهر خاموش میشد. ولی الان دیگه اون شرایط فکر نمیکنم باشه. بروکسل دیگه الان فکر میکنم یه شهر 24 ساعته شده، با توجه به اینکه همه شده قلب اروپا و پایتخت اروپا. من ندیدم، سالهاست که بروکسل رو ندیدم، ولی یادمه در اون سالها واقعا بروکسل چنین شرایطی رو داشت. خیلی شهر آرامی بود و واقعا شیشه بعد و به بعد همه چی تعطیل میشد. چیه این شرط اسلامی ها اونجا چجوریه؟ لطفا اینقدر راجعش برامون صحبت کن. ممنون. ببینید آقای بهبهانی گرامی، مسئله اینه که در اروپا و در علل خصوص در بلژیک که بزرگترین سهم در جهادی ها، نیروهای جهادی در سوریه داره، مشکل متفاوته با مشکلی که شما در آمریکا تجربه کردید در 11 سپتامبر. 11 سپتامبر و حتی همین عملیات های تروریستی اخیر، این اتفاقایی که در آمریکا داره میفته اکثرا به قول انگلیسی زبان ها هوم گروون نیست، یعنی یک تروریسم خانگی نیست، از برون مرزهای آمریکا اقداماتی صورت میگیره، حملاتی رخ میده و به قولی ریشه در آنجا نداره. اما مشکلی که در بلژیک علی خصوص ما داریم، در فرانسه داریم، در هلند، در آلمان خیلی به زودی بیشتر و بیشتر خواهد شد، در اسپانیا، در انگلستان، اینها کشورهایی هستن که جمعیت کثیری که الان نسل دوم و نسل سوم مهاجران مسلمان هستند رو در خودشون دارن. جمع بسیار بزرگی از اینها به نوعی رادیکالیزه شدند یا از جامعه طرد شدند. وقتی که شما به آمار زندانهای بروکسل، به زندانهای بلژیک، زندانهای هلند و فرانسه نگاه میکنید، تعداد مسلمان ها یک تعداد غیر قابل باوری نسبتی که در جمعیت دارن و نسبت کریمینال هایی که غیر از جرم های بنیادگرایی، جرم های مختلف، جرم های عادی دارن، آمار بسیار شگفت انگیزیه. این دو تا مسئله ما باید از هم تفکیک کنیم در درجه اول. در درجه دوم دنبال این نباید بگردیم که تقصیره که، دنبال مقصر این اتفاق ها به نظر من نباید بگردیم که خب خودشون باد کاشت، چیز هرچه کاشتن دارن امروز باد درو میکنن. این مسئله که شما آوردید، مشکل من و مشکل کسایی که دارن تو این زمینه به عنوان یک رمدیال بهش دارن دنبالی درمان براش میگردن، این نیست که مقصر کیه. نه، مقصر الان چه مشکل حل نمی‌کنه. مشکل اینه که ما ببینیم مشکل اون چیزی حل می‌کنه که ببینیم راهکار چیه، چطور میشه با این برخورد کرد. اون آقای عبدالسلام رو که هفته پیش گرفتن، خب همراه از ایشون توی اعترافاتی که کرده بالغ بر 200 نفر رو ایشون لو داده، یعنی توی شبکه‌ای که ایشون گرفتن 200 نفر رو لو داده. خب این خبر نباید به بیرون درس پیدا می‌کرد، در درجه اول از لحاظ امنیتی،
بروز این خبر باعث شد که اگر این عملیات هایی هم که برای مدت های حالا دورتری برنامه ریزی شده بود همه این عملیات ها رو جلو بندازن، یعنی یک دومینو افکتی را افتادیم وسط که با دستگیری آقای عبدالسلام که اون یکی از عاملین ترور 22 نوامبر در پاریس بره ببخش 13 نوامبر فکر میکنم در پاریس بود، خب باعث شد که این حرکت ها رو این عملیات های تروریستی جلوتر بیفته و حملاتشو عملیاتی کنن. بنابراین یک مشکل امنیتی است. وزیر یکی از وزرای کابینه اسرائیل امروز گفته بود در یک مقاله‌ای که به طنز به نوعی به طنز تلخی به کار برده بود که بلژیکی‌ها اگر بخوان همچنان به شکلات خوردنشون ادامه بدن و درست عمل نکنن در مقابله با مسئله امنیتیشون اتفاقهای بدتری خواهد افتاد. این کشورها متاسفانه بلژیک، انگلستان، هلند، فرانسه تا حدی، ولی آلمان به این آلمان خیلی شدت برخوردش خیلی قوی تره، ایتالیا خیلی با شدت برخورد میکنه، ولی این کشورهایی که ارزش‌های دموکراتیک رو در درجه اول قرار میدن متاسفانه دارن آسیب میبینن. ببینید حساب‌های توییتری که توی این چند روز به جای همدردی خوشحالی میکردند و خوشنود بودند و اکثرا حسابهایی بودند که با القاعده و داعش و غیر ذلک مرتبط هستند در توییتر پیامهای شادی و خوشحالی از این کشتار میفرستادند، حتی اینها رو اقدام به بستنشون نمیکنند. دولت سوئد میگه آزادی بیان هست، دولت بلژیک به نوعی این کار رو نمیکنه. اما من بارها در کمیسیونهای مختلف در جلسات مختلف که شرکت کردم این مثال رو آوردم، وقتی که ما در اروپا میخواستیم با پدیده‌ای به نام چایلد پورنوگرافی یا همون پورنوگرافی کودکان مبارزه کنیم، ارزش‌های مثل آزادی بیان یا فریدم آف اکسپرشن رو و غیر و ذلک رو نادیده گرفتیم و آمدیم تمام این حساب‌های اینترنتی این افراد مریض و بیمار جنسی رو مسدود کردیم، تمام این ویدیوها رو برداشتیم از سطح به قولی از روی فضای مجازی و دموکراسی رو لااقل در این مورد غیر اخلاقی نادیده گرفتیم. اما در مورد تروریسم این اتفاق نمیفته. شرکت توییتر حتی جوابگو به دولت آمریکا نیست، در سیلیکون ولی نشسته و در جلسات واشنگتن شرکت نمیکنه، تن نمیده و یک معیارهایی برای خودش ترسیم کرده و به قولی به قانون رجوع میکنه و از آزادی بیان حرف میزنه، از فورت امندمنت قانون اساسی آمریکا صحبت میکنه و این رو پیش میکشه. در سوئد همینجور، در بلژیک همینجور. پس در درجه اول ما باید تکلیف خودمون روشن کنیم با این آقایون. دموکراسی به نظر من و فکر میکنم جمع کثیری هم همینجور فکر کنن در این موارد شامل حال افرادی که به این نوع روی کردها، به این حربه های غیر اخلاقی برای مبارزاتشون، حالا هر و ارزشی هم که در اون مبارزاتشون از روی میارن، نباید دموکراتیک با این افراد برخورد کرد. باید این حساب ها مسدود بشه، باید ما بتوانیم از طریق سیستم های اطلاع رسانی، ابزارهایی که هست، به این اینکریپشن ها، به این کدگذاری هایی که در پیام های اینها انجام میشه وارد بشیم. باید شرکت اپل اجازه بده که وارد چند مراکز امنیتی به این تلفن های این افراد، به سیستم های کامپیوتری این افراد و اینها شناسایی بشن. اگر این اتفاق ها نیفته خیلی از این عملیات ها به وقوع خواهد پیوست، ما شاهد ترور های خیلی بیشتری خواهیم بود. یک، پس اینا میشه یک دسته از کارهایی که ما باید در حال حاضر و به سرعت انجام بدیم، ارتقاء سطح امنیتی در جوامع غربی و یه سری این مسائل دموکراتیک رو باید برای امنیت شهروندانی که مجموعه بزرگتری رو تشکیل میدن زیر پا بگذاریم و در مقابل این تروریستاشون دفاع کنیم. شاید خیلی مقایسه بخوام بکنن با کشورهای دیکتاتوری یا جمهوری اسلامی، سیستم شمولیتی که هست یا غیر از ذلک، ولی من به عنوان یک کسی که برجت دانش آموخته فلسفه و اخلاق هستم، به نظر من این قابل قبولی که شما اینجا اخلاق و اخلاق سیاسی رو زیر پا بگذاری و وارد این حریم شخصی چنین افرادی که اندیشه کج دارند و میخوان با کجی یک سری ارزش های غیر منطقی خودشون رو به ثمر برسونن، باید با اینها اینچنین برخورد کرد. اما در دراز مدت مشکل جای دیگه است آقای بهبانی گرامی، مشکل زیر ساختیه. ببینید یک جوان نسل دوم یا نسل سوم مهاجر که در بلژیک به دنیا آمده خودشو بلژیکی میدونه،
اینها نباید در یک گتو قرار بگیرن، نباید مثل سیستم آلمان نازی دارای یک محدوده باشن، یک شهرک هایی باشن، کما اینکه خودشون این کار رو کردن و این کار رو میکنن. مثلا در محله مولنبک در بروکسل زمانی که آخرین فرد سفید پوست از اون محله آمد بیرون، فرد بلژیکی از اون محله آمد بیرون، خب اینا جشن و سرور گرفتند. یعنی یک محله که تماما مراکشی یا الجزایری یا شمال آفریقایی میتونم بگم تماما مسلمان، و وقتی وارد اون محله میشی شما یه حس نمیکنی در بروکسل هستی. در محله اسخاربک خب ترک ها و مراکشی ها باز دوباره همینجور این دوتا گتو رو درست کردن، و متاسفانه این اتفاق در انگلستان بسیار شاهدش هستیم. شهر لوتون دیگه اصلا شهر انگلیسی نیست به نظر من. شهر لوتون یک شهر کاملا پاکستانی، بنگلادشی و آسیایی است، یک شهر کاملا مسلمانه و بسیاری از چیزهای شهر در اونجا رعایت میشه. یک کسایی مثل آقای انجم چداری که در یه وکیل مثلا هستند و یه مسلمان تندرو هستند، در سی ام بی سی ما میبینیمشون، در فاکس نیوز میبینیمشون، و آرای تندرو خودشون رو میان ارائه میدن، راجبش حرف میزنن، میان شریعه زون درست میکنن، یعنی یک منطقه رو محدود میکنن به قوانین شریعه غیر قانونی البته در لندن، و اونجا مشروب رو حرام میکنن، سیگار کشیدن رو حرام میکنن، بیهجابی رو ممنوع میکنن و پلیس حسبه درست میکنن برای خودشون مثل داعش. خب ما دوچار یک چنین پدیده‌هایی هستیم در اروپا. اینها شهروندای اروپایی هستن، شهروندای آمریکایی هستن، از حقوق مساوی برخوردارن، اما تا کی؟ به نظر من تا زمانی که اون شرایط همزیستی مشترک، اون فضای تعامل، اون فضای همگرایی رو زیر پا نگذاشتن و تعدی نکردن بر حقوق دیگر همشهریانشون، زمانی که این اتفاق افتاد به نظر من نباید از اون حقوق دموکراتیک دیگه این افراد برخوردار باشن که بتونن این کمپین های ترور خودشون، این کمپین های تندروی خودشون رو به صورت خطبه های نماز یا به صورت نمیدونم تظاهرات ها یا غیر و ذلک در سطح شهر گسترش بدن و تعداد جوان های بیشتری رو جذب خودشون کنن. ببین، وقتی که داعش شروع کرد و حرکت کرد، لشکرکشی کرد، وارد عراق شد، پرچم سیاهش رو بلند کرد، اعلام موجودیت کرد، دلیل ناقص من از قضیه این بودش که این ماجرا مثل این پرچم سیاه، مثل همون پرچم سرخ کمونیست میمونه، و هر دوی اینا برای عدالت اجتماعی تلاش میکنن، و تا زمانی که عدالت اجتماعی وجود نداشته باشه این نوع تفکرات جاری ساری است. و وقتی نگاه میکنی به خود ماجرای آیسیس و داعش، میبینی که چقدر جوون رو از اروپا این جذب کرده و برده. خب بعد بپرسی که این چه مشکلی داشته در اروپا که جذب این تفکر شده، این تفکر چه چیز نوعی رو به این آدم داده که این رو جذبش کرده. من به سنم از این حرکت ها دیدم، مثلا جنبش اگزیستانسیالیست که بعد از توش مثلا هیپی اومد بیرون، بعد ماجرای مثلا وودستاک شد در آمریکا، در همین کالیفرنیا، و همه اینا رو ما شاهدش بودیم. و تا زمانی که عدالت اجتماعی وجود نداشته باشه به نظر من این مسائل همواره وجود خواهد داشت. یعنی یه تفکری میاد و از منش خودش تعریف میکنه و میگه که من برای عدالت اجتماعی میخوام این کار رو بکنم، سرمایه‌دار رو سرشو ببرم تا عدالت اجتماعی ایجاد بشه، سرمایه‌دار رو بگیرم، مثلا اموالش رو ازش بگیرم تا بتونم عدالت اجتماعی رو. ولی هرگز عدالت اجتماعی ایجاد نشد، به خاطر اینکه اون چیزی رو که نیازمنده برای رسیدن به عدالت اجتماعی اخلاق اجتماعی، باید اخلاق رو در جامعه ترویج کنی، یه سری ارزش‌ها رو بیاری بذاری تا اینا جذب اون ارزش‌ها بشن. مثلا شما همین الان میگی که بهتره که ما اون ارزشایی رو که برای زحمت کشیده شده به دست آوردن، ارزشای دموکراتیک، اونا رو بیایم یه تبعیض بذاریم، بیا در بگیم آقا شما از این ارزشا نمیتونی استفاده کنی،
ولی یه عده میتونن استفاده کنن. خب این تبعیضه، به محض اینکه شما چنین تبعیضی رو درست بکنی از یه گوشه دیگه دوباره این داستان سر میزنه. به نظر من راه مقابلش اینه که منابع مالی اینا رو ببندن، وگرنه این تفکری که نمیتونی جلوشو بگیری، که نمیتونی تفکر زندان کنی که، ولی میتونن منابع مالی اینا، اینا دو تا سورس بیشتر ندارن، یکی در عربستان سعودیه یکی در ایرانه، این دو تا دستگاه حاکمه هستن که همه این فساد رو در جهان به وجود آوردن. باید این دوتا رو تکلیفشون روشن کنن تا این مسئله حل بشه، وگرنه تفکر رو نمیشه زندانی کرد، نمیشه قایمش کرد، هیچ کاری نمیتونی باش بکنی، نمیتونی بری بیاری بگی آه اینجوری فکر نکن. خب فکر میکنه دیگه، دست خودش نیستش که، برای اینکه براش یه تصویری بهش میده، یه مدینه فاضله‌ای بهش میده، یه اتیوپیایی بهش میده، یه الگوی انسان کاملی بهش معرفی میکنه، میگه ای تو به این را بیای تبدیل به این هرکول میشی. خب جوونم میگه بله، چون که جوون میخواد که حرکت کنه به سمت عدالت اجتماعی. به نظر من راهش این نیست که مثلا بیا، خب اگه شما چنین تبعیضی رو بخوای ایجاد بکنی، خب تو خونه ما 6 تا برادری، 7 تا خواهری، نمیدونم 5 تا اون اینجوری هستیم، 3 تا اون اصلا به اینا کاری نداریم، 2 تا اونم مثل اروپایی فکر میکنه، حالا تکلیف خانواده ما چیه که تو این گدو زندگی میکنیم؟ ما باید محروم باشیم به خاطر اون 5 نفری که اونطوری هن و اون 4 نفری که طور دیگه هن و این 2 نفر، چجوری میخوای تقسیم کنی اینا رو؟ به نظر من تنها راه مقابلش اینه که اینا خودشون بلدن این داستان، که سورس مالیشو ببندی، سرچشمه حیاتش پولشه دیگه، پول میگیره میره، با کجا رفته این مواد نساخته که حتی اگرم بخواد خودش تو خونش بسازه بعد بره مواد اولیهش رو بخره، از کجا پول آورده رفته اینا رو خریده؟ اونو باید جلوشو بگیری. بفرم اولم بگم که منظور من از یک تبعیض عمومی نبود، من گفتم زمانی که کسی با اندیشه بنیادگرا حالا وارد یک سری عملیات های ضد اجتماع میشه و اقدام به یک عملیات تروریستی یا گسترش تفکر تندروی یا فندمنتالیزم میکنه، یعنی از اون حد ارتودکسی فراتر میره. ما یه پدیده داریم به نام ارتودکس، خب مسیحی ارتودکس داریم، مسلمان ارتودکس داریم، مثل همین کسانی که به هر جهت تقریبا بنیادگران و ارتودکس هم بسیار سنتی در رابطه با اسلام فکر میکنن، و یهودیان ارتودکس داریم. ولی از جانب یهودی ارتودکس یا مسیحیان ارتودکس امروز ما آزاری نمیبینیم، در اون قالب فندمنتالیست ایدئولوژی که خودشون موندند. مشکل ما با اسلامیزم است نه با اسلام. اسلامیزم چیه؟ تفکر سیاسی شده با زیر ساخت اسلامی که اعتقاد داره باید بکشه، باید بزنه، باید با قوه قهریه جامعه رو ترورایز کنه و در دست خودش بگیره. این تبعیض رو من زمانی گفتم که کسی جرمی مرتکب میشه باید از اون حقوق دموکراتیک، از اون فورت امندمنت، از اون آزادی بیان در اون محله به بعد برخوردار نباشه که ما بتونیم به عنوان ساختارهای اجتماعی که هستیم، حالا اگر در اداره امنیت کار میکنیم، اگر در دانشگاه میخوایم راجبش تحقیق کنیم، اگر پلیسیم، اگر ارتشیم، اگر شهرداری یا هر ارگان دیگه هستیم، بتونیم وارد بشیم به اون حریم خصوصی این فردی که دیگه تعرض کرده به حقوق، از حقوق اجتماعی خودش پاشو فراتر گذاشته، و جلوگیری کنیم از یک چنین فجایعی که دیروز رخ داد. اونم در کوتاه مدت برای جلوگیری، من گفتم یعنی انیشیتیوی که ما باید از لحاظ امنیتی بتونیم اطلاعات کاملتری داشته باشیم. خب اتفاقی که دیروز افتاد، یکی از دلایل عمدهش عدم برخورداری اداره امنیت بلژیک از ابزارهای لازم برای شنود کردن گفتگوها، برای ورود به سیستم موبایل این آقایون، برای سیستم ورود به سیستم چت هایی که اینا استفاده میکنن. اینا ما هممون از وایبر، واتساپ، ایمو غیر وزارک استفاده میکنیم. خب یه تعدادی از اینا از انکریپشن هن. یعنی اون پیامی که من برای شما میفرستم فقط مبدأ و مقصد قابلیت خوندن اینو داره، و در بین راه چون تبدیل شده به یک ساختار دیجیتال انکریپت شده، کسی نمیتونه اینو ببینه.
مگر اینکه اون سازنده پلتفرمی که مثلا واتساپ رو ساخته یا ایمو رو ساخته بیاد این اجازه رو بده که ورود به سیستم کنه. جمهوری اسلامی هم تلگرام رو به خاطر همین آورد وسط که مردم رو همه رو از همه جا جمع کنه، چون مثلا وایبر مال اسرائیل یا واتساپ دست فیسبوک و جمهوری اسلامی اجازه نفوذ دادش نمیداد. خب آورد همه رو یک کاسه کرد در تلگرام روسی که اجازه میده به جمهوری اسلامی وارد سیستم انکریپشن بشه و پیام‌های مردم رو مانیتور کنه. خب در غرب ما به خاطر اون اهداف به قولی بنیادگرایانه حزب اللهی جمهوری اسلامی این رو نمیخوایم که وارد این سیستم بشیم. نه، من این رو میخوام و همیشه خواستم که به خاطر مسائل امنیتی این بخش از حقوق افرادی که فندمنتال میشن، بنیادگرا میشن، دنبال قتل و غارت هم شهریان خودشون میرن، این حقوق ازشون سلب بشه، بتونیم وارد بشیم، بتونیم مانیتور کنیم. به این گفتم اون تبعیض فقط در اینجا. آقای کریمی نظری، این اون دیوار کشیدن بین این کار آسونی نیست. همین حرفای شما رو این مرد ترامپ هم اینجا میزنه، میگه آقا وقتی این یارو سر میبره ما رو میگیره، از یاران ما، از آدم های بیگناه میگیره، سرشونو میبره، وقت تو به من میگی که من چرا وارد بدینگ میکنم، چرا اینا رو برم میکنمشون تو آب، سرشو میکنم تو آب تا حرف بزنه، خب منم بذار منم سرشو بکنم تو. ولی برای رسیدن به این داستان که به این نقطه رسیده جهان، آدمیت در حقیقت که به این نقطه رسیده که آقا یه سری ارزش‌ها رو پیدا کرده و برای حقوق فردی ارزش قائل شده، خب اینکه با آسونی به دست نیومده. میدونی چقدر آدم سر این جان خودشونو گذاشتن، چقدر آدم کشته شدن، چقدر آدم شکنجه شدن، تا اینکه چقدر آدم اعدام شدن، تا اینکه بفهمن که آقا اعدام، حرفشونو برسونن که اعدام چیز بدیه، شکنجه امر زشتیه. نمیتونی شما این کاری که بکنی. و من بازم تعجب میکنم در بروکسل کوچولو، در مگه بلژیک همه چقدر هست که حالا بروکسلش چقدر باشه، و این همه دوربین و پلیس و امنیت و چک و اینا، چطوری این یه دستش در میره؟ خودش این سوال بزرگه. آیا چششو میبنده؟ آیا دستگاهی چششو میبنده نمیخواد که این اتفاق بیفته؟ آیا میخوان که ارزشها رو در حقیقت از انسان بگیرن، این ارزش‌های انسانی رو که تا اینجا زحمت کشیده شده برش به دست آورده، می‌خوان اینا رو پایمال کنن؟ سر همین قضیه باز کردن رمز تلفن بین FBI و شرکت اپل، خب یه جنجال بزرگه، رفتن دادگاه عالی و اینا میگن آقا این حقوق مردم رو نمیتونی تا اولی رو واکنن، مجبورم دومی رو هم باز کنم، سومی رو هم باز کنم، و اگه من یه چیزی پابلیکی درست کنم خب این دست همه میفته. بعد دیگه تلفن رئیس جمهور آمریکا هم قابل کنترله، یعنی که میشه یکی بره اونو بازش بکنه و بخونه رمز داستان رو بخونه و ببینه چیه. باید به نظر من سر مار رو بزنی. سر مار جمهوری اسلامیه، سر مار عربستان سعودیه، و شما اشاره میکنی که مثلا ارتدوکس های کلیمی یا مسیحی، چرا عزیز من؟ در همین آمریکا کلی از همین ماجراهایی که اتفاق افتاد در قضیه اوکلاهاما، در این و در اون و در آتلانتا، این بمبگذاری ها، اینایی که صورت گرفت، این هم ارتدوکس های مسیحی بودن. پس کی بودن؟ اینا پروتستان بودن، اینا ارتدوکس های مسیحی. همین جریانی که الان در اسرائیل اتفاق میفته، چاقو میزنن، چاقو میکشن، خب اینا ارتدوکس های یهودی هستن. تفکر نمیتونی زندانی کنی. باید راه مقابلش اینه که سورس مالیشو بگیری، هوا رو ازش بگیری، راه تنفسشو ببندی. بفهم جناب بهبانی گرامی، ببین اولا بعد در قضیه فلسطین، خب یه مسئله دیگه است اون اتفاقی در فلسطین اسرائیل داره میفته، این کمپین چاقو کشیدن و چاقو زدن یک چیزی، خب از یک عمل و عکس العمل من اصلا وارد اون نمیخوام بشم. مسئله حریم شخصی و اون چیزی هم که الان مطرح کردیم، یک برنامه مفصلی خودش میطلبه که از لحاظ فلسفی وارد این بحث بشیم که چه اتفاقی داره میفته. یک جوانی خب در آمریکا آمد، یک فضای، اولا من خیلی دوست دارم راجع به این به زودی خواهم نوشت،
خیلی شاید ندونن و این کیس هم خیلی کیس معروفیه در آمریکا. خب یک فضایی ما داریم به نام دیپر نت که خب فضای سیاه چاله اینترنتی شما فرض کنید که اونجا قابل دنبال کردن نیست، با سافت‌ور تورن میشه وارد اونجا شد، در اون فضا شد و از این رگولیشن و این نظارتی که در فضای اینترنت هست توی اون دیپر نت یا اون فضای سیاه اینترنتی وجود نداره. خب این شخص اونجا یه وبسایتی رو درست کرد به نام سیلک رود، اگر داستانشو شنیده باشید، و هیچ کار خلافی هم نکرده بود. اعضای اون وبسایت خب خرید و فروش همه جوری روی اون میشد، از مواد مخدر گرفته تا چیزهای غیر معمول دیگری، ولی این شخص خودش به شخصه مشکلی نداشت. خب این آقا الان حبس ابد بهش دادن، بردنش زندان و یک مبحثی رو باز کرده که خودش چند برنامه میطلبه که وارد اون حریم شخصی شدن کلن چطور تعریف میشه، کجا خاتمه پیدا میکنه. من گفتم از لانگ از اینکه condition of living together یعنی اون شرایط همزیستی مورد تعارض قرار نگرفته باشه، همه چه آن شخصی که ریشش و تنافش بلند میکنه و روزی 17 رو گرد نماز میخونه، چه اون شخصی که در کابارو و کلاب از صبح داشت داره روزگار میگذرونه، از حقوق برابری باید برخوردار باشه. اما هر یک از این افراد بخواد این حریم اجتماعی رو بهش تعرض کنه و اون همزیستی مشترک رو زیر پا بگذاره، به نظر من نباید همونجوری که اون داره حیطه اخلاق رو زیر پا میگذاره، نباید حیطه دموکراسی و اخلاق سیاسی و اخلاق اجتماعی شامل حالش بشه. و از این طریق ما بتونیم در کوتاه مدت بتونیم مانیتور کنیم، بتونیم مسائل امنیتیمون رو بالا ببریم، چون در کوتاه مدت که ما نمیتونیم زیر ساخت بسازیم. بخش بعدی بحث من همین موضوعه که زیر ساخت ها رو چجوری درش کاستی ایجاد شد که به اینجا رسید، علل خصوص در بلژیک. ببینید 20 سال پیش 1996 در یک گروه دیگری اون موقع در بلژیک مد نظر بودن، یه گروه الجزایری بودن، یه گروه تندرو بودن، خب که بلژیک اون موقع دچار آشفتگی های امنیتی کرده بودن. خب اون موقع بلژیک توی یکی از پلیس بلژیک توی یکی از این خونه هایی که حمله کرد یه مدارکی پیدا کرد که در اون به القاعده و این چیزا اشاره شده بود، یعنی به هسته های اولیه این تندروی از این نوع القاعده که ما میشناسیم، بی توجهی بهش کردن. به امروز به اینجا رسیدیم. الان هم به یک مسئله سکتریانیزم یعنی همون مذهب گرایی، من در کمیسیون آزادی ادیان و اعتقاد دو هفته پیش فکر میکنم بود این رو مطرح کردم که ما همونجوری که ما اکستریمیزم بنیادگرایی رو نگلیجن کردیم و بهش نپرداختیم و بهش بیتوجهی کردیم امروز به اینجا رسید، الان این تضادهای مذهبی، جنگهای مذهبی هم داره در بین مساجد شیعه و سنی در اروپا یواش یواش شکل میگیره و در آینده ما این مشکل رو هم خواهیم داشت. شما مسئله مالی رو در نظر مطرح کردید. بله، دولت ایران، دولت عربستان به عنوان یک بخشی از این پروکسی، این جنگ نیابتی خودشون در داخل خاک اروپا، علل خصوص در منطقه بالکان، بالتیک، آلبانی و در اروپای غربی دارن مساجد متفاوتی رو فاند میکنن، پول میفرستن که در مقابل همدیگه بایستن. جمهوری اسلامی در بروکسل مرکز مشکات رو ایجاد میکنه، آقای مکارم شیرازی در لندن دفتر دارند، دفاتر متعددی در جمهوری اسلامی در شهر لندن داره، در گولدز گرین مجتمع فرهنگی امام خامنه ای یا همون مسجد امام خامنه ای هست. زمانی که سفارت ایران در لندن، خب من اصلا ساکن لندنم، حالا برای درس اینجا در بلژیک هستم، در رفت آمدم و مسائل لندن رو هم میبینم، در اون مدتی که سفارت لندن تا ایران در لندن تعطیل بود، این مسجد حکم سفارت رو داشت، یعنی یه هاب برای گسترش تفکرات شیعی خودشون برای نیرو گرفتن. اما این مسائل مالیشون رو حتی اگر کات کنیم و این سورس های مالیشون رو ببندیم، مسئله یه جای دیگه است. این شهروندان اروپایی همون جوری که من الان بخوام برم یک انجیو بزنم، یک مؤسسه غیر انتفاعی برای گل و گیاه بزنم یا برای حقوق حیوانات بزنم یا برای هر مسئله اجتماعی دیگه بزنم، این حق رو دارم و تخفیف های مالیاتی شامل حالم میشه و میتونم پول بگیرم، کمک مالی بگیرم برای اون اندیشه خودم که دارم، یه اندیشه خیلی امن و صلح دوستانم هست. این آقایون هم همین کار رو میتونن بکنن و دارن میکنن. در کشور هلند شما اگر 7000 نفر رو بتونی جمع کنی، میتونی بری یه دین جدید تأسیس کنی و مالیات ادیان، یعنی اون سوبسید ادیان به شما تعلق میگیره. در بلژیک شما اگر بیای بگی من یک کشیشم و باید بری ثابت کنی
که 2500 نفر در یک محدوده مشخص و جغرافیایی به کلیسای شما خواهند آمد، به شما اعتقاد دارند، اون موقع شما کلیسا در اختیار قرار میگیری، یک خانه دولت بهت میده به عنوان یک پدر روحانی و بودجه میگیری و غیره و زاله. اما اگر شما یک مسلمان باشی بری بگی من امامم، اصلا نگاه نمیکنن که شما از کجا فارغ التحصیل شدی، از کجا داری میای، چون education of امام رو ما به تازگی در دانشگاه خودمون طرحش رو تموم کردیم برای دولت فرانسه، دولت پارلمان فرانسه اینو راتیفای کرده، به قولی اینو به صحه گذاشته، پذیرفتتش، تبدیل به قانون شده و در فرانسه داره اجرا میشه، به زودی در بلژیک هم اجرا خواهد شد. چرا؟ چون جلوی این موزل باید گرفته بشه. شما اگر بیاید تو بلژیک بگید من امامم و 500 نفر امام جماعت هستم، 500 نفر پیرو دارم، مثل اون کشیش مسیحی نمیخواد بری ثابت کنی، مثل اون کسی که دین جدید میخواد ثبت کنی نمیخواد ثابت کنی. به همین حرفی که شما میزنی که 500 تا پیرو دارم، شما بودجه به تعلق میگیره، میتونی یک مسجد رو بگیری، یک فضای خیلی بزرگ رو در همین شهری که من زندگی میکنم گرفتم برای سالی 1 یورو. در این فضا اون امام جماعتی که از هلند میاد 5 دقیقه به زبان هلندی خطبه میگه، که اون خطبه 5 دقیقه هلندیش بسیار صلح طلبانه و دوستانه است، اما از اون به بعد الباقی خطبه که به عربی میگه چون داره از سمت عربستان سعودی فاند میشه بر ضد شیعه و شیعیان و غربیان و مسیحیان و کفاره، و در برعکس در اون مسیر دیگه که جمهوری اسلامی داره باز فاند میکنه بهش، که از فاندهای محلی هم، از پولهای دولت محلی هم بی بهره نیست برای ساختمونش و غیره و ذالک، خطبه ها برعکس بر ضد وهابی ها، بر ضد اهل تسنن و بر ضد غربی هاست باز. پس ببینید حتی اگر اون فاند رو هم ما کات کنیم باز موزل اونجاست. اما آقای مهربانی موزل جای دیگری است. جوانانی ببین، نسل اول و نسل دوم کارگران مسلمان ترک مراکشی الاصل و ترک که آمدن در دهه 40 و 50، حتی پیشتر از اون برای کار در معدن آمدن در بلژیک، هیچ مشکلی نداشتن. اینا معدنچیان زغال سنگی بودن که از این ترکیه آمدن، از مراکش جمعیت زیادی آمدن، یا در انگلستان وقتی نگاه کنیم جمعیت پاکستانی بنگلادشی که بعد از استقلال هند و پاکستان در دهه 70 آمدن، هیچ معضلی ایجاد نکردن، یک همزیستی خیلی خوبی داشتن، با اینکه دین و ایمان خودشون هم داشتن، مساجدشون هم داشتن، ولی هیچ شاید همچین مشکلاتی ما نبودیم. مشکل در نسل دوم و نسل سوم مهاجران که فوکوس درس من هم روی همین است، دارم روی همین تحقیق میکنم، پیش آمد. الان ما یه پدیده‌ای داریم به نام هیپ هاپ کلچر در آمریکا و اروپا، شما دارید میبینیدشون، بچه‌هایی که کلاهای آنچنانی سرشون میذارن، زنجیر و گردنبندهای آنچنانی، شلوارهای گشاد گپی میپوشند و موزیکای رپ و R&B و هیپ هاپ رو گوش میدن و یک استایل خاص خودشونو دارن. خب این هیپ هاپ کلچر رو اگر شما بیاید مقایسه کنید با یک پدیده این مثل داعش، ببینید داعش از این هیپ هاپ کلچر هیچ چیزی کم نداره. هیپ هاپ کلچر یک استایل لباس داره، یک نوع لباس پوشیدن داره. خب داعش هم در مقابلش یک نوع لباس پوشیدن داره. همون مدت زمانی که یک جوانی که رفته طرفدار هیپ هاپ شده جلوی آینه صرف میکنه که موهاش، ابروهاش یا استایل لباسش یک نوع خاصی باشه، یک جوان فندمنتال بنیادگرا شده یا اروپایی هم همون مدت زمان جلوی آینه صرف میکنه که ریشش، اون لباسی که پوشیده یا رفتاری که داره میکنه همون جوری باشه. اون دختری که محجب است به همون میزانی که یه دختر بی‌حجاب هیپ هاپ داره میکاپ رو صورتش میذاره، جلوی آینه حواسش به این روسریش هست، حواسش به قروفرش هست که توی خیابون میاد. پس بنابراین مشکل باید برمیگرده به آیدنتیتی، به مسئله هویت، معضل هویت باید درست بشه. در آمریکا شما وقتی که کارنوال در شهر نیویورک، در شهر لس آنجلس یا دیگر شهرهای آمریکا هست، میبینیم نمایندگان خارجی مهاجرها شرکت میکنن، چون یه کشوری که اصولش روی مهاجرت گذاشته شده و در اصل همه خارجیان. ایرانی ها در کارنوال نیویورک شرکت میکنن، ریپرزنتیو دارن، کارنوال نوروزی دارن و یک همزیستیه. در مدارس همه با هم دیگه مختلطن، با هم دیگه اردو میرن، با هم دیگه کارهای متفاوتی انجام میدن. اما وقتی که در بلژیک میرسیم این اتفاق نیست. در کارنوال های متعددی که در طول سال برای حداقل چند قرن گذشته اینجا رخ داده و بیش از نیم قرن هست که خارجی هم در این کشور آفیشیالی رسما حضور دارن، در هیچ کدوم از این کارنوال ها شما یک نماینده مثلا ترک ها یا نماینده مراکشی ها رو نمیبینید که برنامه اجرا کنه برای همشهری های خودش. یعنی هیچ سوشال پارتیسیپیشنی نیست.
این سوشال انگیجمنت نیست، هیچ از لحاظ اجتماعی اون اینتگریشنی که باید اون انجام میشده انجام نشده، اون همزیستی شکل نگرفته. من از این حرف نمیزنم که بیایم اینا رو اسیمیلیتشون کنیم، یعنی بیایم اینا رو خلق کنیم از اون هویت و ساختار انسانی و فرهنگی خودشون، نه. اما جوانی که اینجا بزرگ شده، مدرسه که میره، در خانه تربیت اسلامی دیده، فضا در خانه مثلا مراکشی است، نماز و روزه و قضا و همه چیز مراکشی است، مدرسه میره متفاوته. در مدرسه این بچه یه بچه بلژیکی نیست، یک فرهنگ متفاوتی داره، نمیتونه همخوان بشه، همراه بشه با اون همشاگردیای خودش. پدرش اجازه نمیده این بچه در اردوهای مدرسه شرکت کنه. این بچه حق نداره مثلا جزء گروه پیشاهنگی مدرسه بشه. من این موزل با یکی از این تندروهایی که از سوریه برگشته بود و یک کتاب نوشته بود، هنوزم به نظر من عوض نشده، مطرح کردم و بهش گفتم که این اتفاق فرهنگی هویتی که برای تو افتاد که باعث شد به آیسس به پیوندی، ریشهشو در کجا میبینی؟ ریشهشو نمیدید. ولی سوال ازش کردم، گفتم در طول تحصیلی که اینجا متولد شدی، اینجا بزرگ شدی، مدرسه رفتی، در طول تحصیل هیچ موقع وارد یکی از این گروهای پیشاهنگی شدی؟ گفت نه. گفتم در هیچ کدوم از این کارنوال ها شرکت کردی، عضویت داشتی، در هیچ جای دیگه هیچ از لحاظ فرهنگی همزیستی ایجاد شد؟ گفت نه. خب این بچه دچار آیدنتیتی کرایسیس میشه. زمانی که میره خونه این مشکل هویت داره. در مدرسه مراکشی است، بلژیکی نیست، و در خانه که یک حالا چیزهایی رو از فرهنگ بلژیکی همراه خودش وارد خونه میکنه، در خونه هم تضاد داره، در خونه هم مراکشی کامل نیست. بنابراین این بحران هویت در این بچه شکل میگیره. دو راه داره، یا وارد کانال های خلاف و گنگستری و هیپ هاپ کلچر آنچنانی میشه، یا جذب گروه های تندروی میشه که یک هویتی به این برمیگردونن، به این یک هویت میدن، این نمود پیدا میکنه در درون شخصیتش و میخواد یک جوری در سطح جامعه خودش مشخص کنه. در گروه هایی که راه میرن، نوع لباسی که میپوشن، نوع موسیقی که گوش میدن، همه حاکی از یک بیماری هویتی داره. یعنی یک موومنت فرهنگی نیست. شما از اگزیستانسیالیست صحبت کردین، از هیپی، جنبش هیپی صحبت کردین، اون یه جنبش اجتماعی بود. اینجا یک معضل هویتی است که باید درست درمان بشه. یعنی باید نمایندگان این اقلیت‌های قومی یا اینا به هر جهت کسایی که بک‌گراند مهاجری دارن در جامعه شناخته بشن، مشخص بشن، انگیج بشن در فعالیت‌های اجتماعی و به تبع بقیه هموطنهای خودشون هم. شما میگی این حرفای دست راستی های افراطیه. من با همه حرفای شما میزنی مخالفم. یعنی چی آدم ها رو چجوری میخوای تو اینجوری دستبندی کنی؟ چون بابام نمیدونم برجزایری بوده، پس بنابراین من در یه خانه الجزایری بودم، پس بنابراین من اینطوریم. اینجوری نیستش که. این یه چیز مثل دونالد ترامپ هم همینا رو میگه. الان ببین درصد آمارش چقدر رفته بالا. ولی اینا اصلا ضد اخلاقه، اینا اصلا حرفای درست نیستش که. راهش بستن پولش، آقا پولش ازش بگی، نفسش من میاد، میاد نوکرت میشه. این همه جمعیت که اومده تو اروپا از دهه 80 جمعیت من تو اروپا، برای چی اومدن تو اروپا؟ چرا دهه 70 نمیومدن؟ چرا دهه 60 نمیومدن؟ برای اینکه سوشیال ولفر رو آزاد کردن. قبل از این تو دهه 70 همین سوشیال رو به من نمیدادن، به تو نمیدادن، به خارجی نمیدادن، این محدود خودشون بود. تو دهه 80 اینو آزاد کردن. آره به هر دلیلی کردن پول دادن مردم اومدن. چقدر از این شما میشناسی اونجا که اومدن و 10 تا بچه به همراه خودش آورده، بچه های خواهرش و برادرش و همسایه‌اش رو خریده، اصلا بچه ها رو خریده و آورده برای اینکه پول چالد سپورت بگیره، حق نمیدونم کودک بگیره، حق اولاد بگیره و از اون را درآمد داشته باشه. من یادمه که توی سالهای 90 تو سوئد که از معضلات همین موضوع بود که اینا حتی بچه های خودشون نیستن، بچه کرایه ای هن، اینا رو کرایه میکنن میارن و از اون مثلا 10 دلارش میده به اون، 40 دلارش خودش برمیداره، یارو هم خوشحاله که بچهش تو فرنگ بالاخره داره دست خون. نمیتونی اینجوری که نمیتونی که بری رهبرها رو بیاری بگی آقا چون شما باباتو بابا بزرگت مثلا اسلامی بودن فلان بودن، پس تو هم اسلامی هستی، پس بنابراین تو
صاحب محدودیت میشی. ولی این که میگی که در مدرسه یه جوره، در خانه یه جوره، الان در ایران هم دقیقا همین از پیدایش انقلاب یکی از رذالتایی که اینا به کار بردن همین مسئله بود که جامعه رو به این انحطاط کشیدن که امروز ما شاهدش هستیم. و من فقط تکیه میکنم رو بحث درآمد اینا. ببینیم مسجده درآمدش از کجا تامین میشه، چجوری میتونه نهار بده، چطوری میتونه گوسفند سر ببره، چطوری میتونه برنج بده. اینکه یه حاج عباس آقای اومد یه گونی برنج داد کار را نمیندازه. این پول از جای از عربستان میاد، پول از جمهوری اسلامی میاد و اینا هم دقیقا میدونن که دارن چی کار میکنن و اینا با گروکشی و گروگانکشی حکومت هاشون رو دارن اداره میدن. باید اونا رو بزنن، هیچ راه دیگه نداره. بفهمید، گوش میدم قسمت های بهبانی. خب میشه همون حرفی که شما میزنید دوباره همون مشکلی ایجاد میشه که شما باش مخالفید. قطع ساپورت اینا، قطع ساپورت مالیشون، کوتاه کرد. ببینید اینجا یه چارت داره، چارت یه چریتی، چارت یک مؤسسه غیر انتفاعی که میتونه فاند ریزینگ کنه. خب اینا پولی که از طرف عربستان میگیرن یا از جمهوری اسلامی میگیرن، اون که داری ریز، اون که داری ریز میکنی ازش، رفتی اون پولو داری از اون میخوای بگیری، بعد بری اون ببینی اون کیه داره به این پول میده. این قانون وجود داره برای این. نمیتونی شما همینجوری بری تو خیابون بگی که الان یه سری کلاوردا تو همین آمریکا همین چند پیش اومدن تو این تلویزیون ها حرف زدن ما زرتوش نمیدونم رنسانس ایرانی. خب اینا نه فاندیشنی دارن نه بنیاد نه غیر انتفاعی دارن، به اسم بنیاد غیر انتفاعی مردم رو مچک کردن. خب کلاهبرداریه. شما نمیتونی بری بی خودی بگی من نمیدونم بنیاد غیر انتفاعی هم. جرم این کار. نمیتونی بری بگی من میخوام رنسانس ایرانی درست کنم رو فاند بنیاد غیر انتفاعی، بعد اصلا بنیادی وجود نداشته باشه. شما اگه کسی پولو که من دارم میگم، نه اینکه سوشیالشو قطع کنه، من دارم میگم عربستان و ایران پولو به اینا میدن، اینا باید ارتباط اینا رو با این قطع کنه. همین دقیقا من به همین موضوع اشاره کردم. مسئله اصلا سو حرف سوشیال نیست، حرف این فاندیه، این پولیه که اینا از عربستان و ایران میگیرن. پولی که اینا میگیرن دارن در یک چارچوب نظاممند و طبق قوانین این کشورها میگیرند. اون پول هم از اون ور به صورت به قولی تو یه کسی نمیکنه تو گونی پول ورداره واسه اینا بیاد. پول به صورت فاند ریزینگی که اینها در سال میگذارن یا درخواست فاندی که میکنن، مثلا من میخوام مؤسسه غیر انتفاعی دارم، از مؤسسه در هلند درخواست فاند میکنم. هم کما اینکه خیلی از این روزنامه هایی که ما میشناسیم و مؤسساتی که دارن فعالیت میکنن مثل توانا و مثل روز آنلاین و غیر و ذلك، یا از گوگل میگیرن یا از یه مؤسسه در هلند میگیرن یا از غیر و ذلك میگیرن. خب این مؤسسات، این مساجد هم در به عنوان یک مؤسسه غیر انتفاعی ثبت میکنن. زمانی که میخوان فاند ریزینگ کنن، هم از کانال عربستان اگر طرفدار عربستان باشن یا طرفدار ایران، هم از بودجه های محلی اینها سود میبرن. خب اگر بخواد اینا کات بشه به اون شکلی که شما میفرمایید، همون اتفاقی میفته که شما به من میگید که مدل حرفای ترامپه. خب شما اگر حقوق آزادی بیان اینا رو باش مخالف قطع کنیم، شما میگی آزادی بیانشون رو نباید سلب کنید چون طرف یه جوری دیگه فکر میکنه. خب اینم هم زیر همون کاتگوری میره. ما فاند اینا رو نمیتونیم قطع کنیم، چرا؟ زیر همون کاتگوری میره و یه فاند ریزینگ گذاشته و مؤسسه مثلا در عربستان هست که دوست داره به یک مؤسسه اسلامی در اروپا پول بده. خب اینو کسی نمیتونه جلوش گرفت. مسئله اصلی وقتی که من میگم بزرگهای اینا رو دعوت کنیم، ببین وقت مسئله نیست که بیان بشیم بگیم شما مسلمانی یا نیستین. نه، کسانی که خودشون رو مسلمان میدانند، به قول ریش سفید این کامیونیتی ها، این جوامع میدانند. اینها یکی از مشکلات عدیده که ما توی بروکسل داریم، زمانی که اینتر پارلمنتری گروپ جلسه تشکیل میده برای آزادی بیان و آزادی مذهب و بخش اعتقاد، ما میدونیم که اگر بخوایم با نماینده با بهائی‌ها صحبت کنیم باید سراغ کی بریم. میدونیم اگر بخوایم با کاتولیک ها، با پروتستان ها، با حتی یهوه و مورمون ها صحبت کنیم سراغ کی بریم. ولی به مسلمانان که میرسه هیچ شخص خاصی اینجا نیست، وجود نداره، همدیگر قبول ندارن که بگیم این خب رأس این کامیونیتیه و اینشون ریش سفید این جامعه است، جامعه مسلمان هست. با ایشون میشه به توافق رسید، از طریق این شخص میشه به نتیجه رسید. خب نیست. بنابراین یک طرحی رو آوردیم به نام Education of امام، یعنی آموزش امامان جماعت، که دیگه ما امام جماعت نخواهیم از تهران و از نمیدونم قم و کاشون و
از شمال آفریقا و تونس و الجزایر بیاریم که هر کدومشون یه اجندای خاص خودشونو دارن و یه اجندای سیاسی دارن. نه، اینجا کسی مثل یک کشیش بره مدرسه درس علوم دینی علوم اسلامی رو بخونه، با ارزش‌های اروپایی که توش بزرگ شده رشد کرده زندگی کرده، بیاد یه امام مسلمان بشه، هیچ اشکالی نداره. و فکر نمی‌کنم آقای ترامپ همچین حرفی بزنه یا اصلا همچین اعتقادی داشته باشه. ما باید یه فریم ورک درست حسابی، یه چارچوب کاری، یک قاعده مند داشته باشیم که بتونیم در بلند مدت معضلی به نام تضاد هویتی رو از این جامعه بگیریم، از این بچه‌هایی که از نسل‌های قبلشون مهاجر هستن بگیریم. ببینید توی بلژیک شما امروز جرأت نمی‌کنی به کسی برگردی بگی مراکشی یا بگی ترک، اینجا همه بلژیکیان. من برای بار اول خودم این وقتی اینو دیدم، یه شخصی کیف پول من رو دزدیده بود و داشتم برای پلیس اینو تشریح می‌کردم که کی بود، و لابلای حرفم به پلیس گفتم که یه مراکشی بود، و پلیس به من گفت که اگر یک بار دیگه بگی مراکشی بود من دستتو دستبند میزنم میبرم، چون داری حرف ناجوری میزنی، این نجات پرستانه است. گفتم نه، قیافش گفت شما اینجا همه بلژیکی هست. ببینید ارزش های این جامعه همه اینها رو بلژیکی میدونه، همه اینها رو اروپایی میدونه. درسته مسلمان یا مسلمان مهاجر زادند، اما اینها مسلمانان اروپا هستند. دوچار یک جمع کوچکیشون فکر میکنم در مقایسه با جمعیتی که دارن خیلی کوچیکن این فندمنتال ها و تندروها. باید با اینا جلو، با یک برنامه جلو رفت. چند سال پیش آقای اومد در بلژیک به نام ابو جعجع، یک کسی بود که از لبنان آمده بود، لبنانی الاصل بود، با یه خانومی ازدواج کرده بود در شهر آنتورپ، آمده بود اینجا و یک تشکیلاتی برای خودش راه انداخت و هیاهویی راه انداخت و به هر جهت نهایتاً به خاطر تندروی روانه زندان شد. بعد از اون ما پدیده دیدیم به نام شریع فور بلژیوم، یعنی قوانین شهر در بلژیک اجرا بشه. یه موومنتی که در اسپانیا در انگلستان هم نمونهش هست، شریع الان در دانمارک هم من پریشب دیدم که این موومنت هست. خب چند تعدادی بچه های کم سن و سال ولی بسیار بنیادگرا بودن که اندیشه های بسیار تندروانه ای داشتن، اقدامات تروریستی انجام دادن، گرفتن، الان رئیسشون در زندانه. اما این جوابگو نیست، این نوع عمل کرد جوابگو نیست که یه نفر رو بگیری حبسش کنی، حذفش کنی یا برش داری ببریش. در مقابل این اندیشه اسلامی در این کشورها حاضره، جمعیت یک بخش از این جمعیت و مسلمانان معتقد تشکیل میدن. بنابراین اون اسلام مدریتی که در اروپا و ارزش‌های اروپایی رو میشناسه باید تقویت بشه، اون اسلام میانه روی که در اروپا هست باید تقویت و تشویق بشه. اینجا یکی از مشکلاتی که ما داریم، وقتی که وارد یه مسجد میشیم شاید اون نماز و عبادت به عربی باشه، ولی وقتی که نگاه میکنید از افغانستان تا ترک، از ترک تا شمال آفریقا و مالی و الجزایر و چاد و لیبی، خب زبانهای اینا تفاوت زبانی با هم دارن. زبان عربی صرفا زبان مشترک همشون نیست، دیالکت های متفاوتی از عربی دارن. مشکل کامیونیکیشن این وسط است. زبان غالب اینجا زبان فرانسوی یا هلندی است. در مدارس با این دو زبان اینا درس میگیرن، به هر حال اکثرا بلدن اون کسایی که اینجا به دنیا آمدن تو مدرسه رفتن. مشکل باز برمیگرده به همون معضل هویتی که باید در بلند مدت حل بشه، و در کوتاه مدت با ارتقاء سطح امنیت، با نادیده گرفتن یک بخشی از آزادی های فردی برای افراد خطاکار باید مشکل امنیت رو ارتقا ببخشیم، و در بلند مدت بتونیم این زیر ساختار رو بسازیم. آقای بهبانی من صدای شما رو ندارم، من فکر کنم صدای شما قطع شد. نه صدا قطع نشد، تلفن گیر کرده بودم رو تلفن، ببخشید. به هر حال امیدوارم در کارت موفق باشی، امیدواریم که بالاخره ما بتونیم که این موضوع رو یه جوری ببینیم، یه آینده بهتری رو برای دنیا ببینیم. و به باور من تا زمانی که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم است، یه عربستان هم اون بعد داره، این دنیا شکلش عوض نمیشه. ما باید هممغمون بر این باشه، به جوامع غربی هم باید این رو مرتب گوشزد کنیم که سر مار تهران و ریاضه، یه سرش تهران این مار دو سر، یه سرش تو ریاضه. تا این دوتا رو نزنی هیچ اتفاقی برات نمیفته. به هم ممنون و متشکرم از اینکه
لطف کردی و پذیرفتی که در این برنامه شرکت بکنی و برنامه روتین خودتو به هم زدی. ازت ممنون و متشکرم. تا فرصت دیگر که با شما دوباره شانسی داشته باشیم و گفتگو کنیم، برات آرزوی بهترین میکنم برای خودتو عزیزانت در این سال جدید، و آرزوی بهترین دارم و موفق شدن برنامه های روشنگران. ممنونم آقای کریمی. سپاسگزارم از مهر شما آقای بهبانی. من هم بدرود میگم به شما و بینندگان عزیزتون. تا هفته دیگه چهارشنبه که باز در خدمتتون باشم. خدا نگهدار. متشکرم. بها گفتگو با آقای محسن بهزاد کریمی. امیدوارم گفتگوها کمکی کرده باشه. اصالت کن به فیسبوک ما، بیا یه لایکی بزن، لینک ها رو توضیح کنید توی فیسبوک، توی تویتر، توی گوگل پلاس، ایمیل لیست بلند بالا. ما این لینک ها رو در اون شبکه کذا و کذای چی اسمش، اونم تلگرام هم قرار میدیم، به امید این که در ایران بتونن راحت ما رو ببینن. بازم از شما سپاسگزارم. از کاوه نازنین هم تشکر میکنم. این خبرهایی که این زیر صفحه میبینی، سرتیتر خبرها، میتونی به اصل خبر تو سایت مردوریپورت.net مراجعه بکنی. اونجا مشروع خبرها رو از اونجا پیگیر باشی. اگه برات مشکله رو همون آخرین اخبار که کلیک بکنی رهنمون میشی به مردوریپورت.net. از همتون ممنون و سپاسگزارم. تا فرصتی دیگه. مرسی.